فرصتی دیگر، قسمت 43. مگه چی فکر میکردی؟ در همان حالت درازکش دستانش را زیر سر قلاب کرد و به سقف خیره شد. فکر میکردم از اونایی باید باشه که از دماغ فیل افتادن، ولی خیلی خیلی راحت و خودمونی بود. تمام مدتی که تو بیمارستان بودم اون هم همونجا موند. بعد یک مرتبه چرخید با این ندا، مامان و خواهرش هم اومدن دیدنم. از مامانش خجالت میکشیدم، ولی خواهرش مثل خودش بود. نرسیده کلی خوشو بش کرد، در دل خندهش گرفت. ای فرزاده زرنگ، با یک تیر دو نشان زده. حالا که مبینا نمیدانست میشد راحت تر از او حرف کشید. باز گفت: شنیدم از بیمارستان رفتی خونه. لبهایش رنگ گرفت. آهسته تر گفت: آره، ببین ندا، اون شبی که اونجا بودم یکی دو بار متوجه شدم که فرزاد دستش رو رو پیشونیم گذاشت. بعد میدونم میخواست ببینه، باز تب نکردم. من خودم رو زود به خواب زدم، که یعنی نفهمیدم، ولی گناه بود مگه نه؟ نمیدونم. مبینا در فکر فرو رفته بود. ندا پرسید: نظرت راجع بهش چیه؟ پشت به ندا کرد: مهربونه، خدا برای مامان جونش نگهش داره. بگی بخواب، من صبح کلاس دارم. خنده آرامی کرد. از سر شب داشت کل اهالی مراغه را ردیف می کرد. حالا به یاد کلاس درسش افتاده. با خوابیدن مبینا چشمان خستش را روی هم نهاد و زودتر از چیزی که فکر می کرد خوابش برد. مانند کسی بود که بعد از یک مسافرت یک ماهه به منزل خود برگشته باشد. سنگین و راحت خوابید تا ساعت 11:30. حتی فکر روز گذشته و برخورد و سکوت قهرآلود مهدی هم نتوانست روی تن نیاز به استراحتش اثر بگذارد. مهدی برای صبحانه یک ساعتی صبر کرد. عادت به زیاد خوابیدن نداشت، هرچند از همان ماجرای دیروز با او صحبت نکرده بود، ولی بدعخمی هم نکرده و در تمام مدت حضور احترامش را داشت. تقریبا رفتار مشابهی هم از او دیده بود. خطاب به مادر که تازه به اتاق ندا سر زده بود گفت: هنوز بیدار نشده؟ ملیه خانم لبخندی زد: نه، اونقدر سنگین خوابیده که دلم نیومد بیدارش کنم. مهدی سری تکان داد و کنار سفره نشست. حتما مبینا تا خود صبح نذاشته بخوابه، من که دیگه دارم از گشنگی میمیرم. مادر برایش چای ریخت و گفت: تو صبحونتو بخور، ندا هم هر وقت بیدار بشه میخوره. انگار چاره ای نبود. در حین خوردن گفت: مامان، با مبینا حرف زدی؟ ملیه خانوم آهی کشید: نه راستش، میخوام بهش نگم. آها، من هم موافقم، ولی این پسر زیاد عجوره. مادر سرش را با هم زدن چای شیرین گرم کرد: ولی منظورم اینه که اصلا بهش نگیم. مهدی به سرعت سر بلند کرد: چرا؟ ملیه خانوم حرف دلش را زد: دلیل که خیلی زیاده، ولی مهمترینش اختلاف وضع مادی ماست. من که گفتم در این باره چی گفت. آره، ولی نمیشه که. فکر کن فردا همون اولش باید یه خرید در شأن خانواده داماد داشته باشیم. بعد از اون و بدون داشتن تمایل برای ادامه بحث گفت: این تازه اولشه، خودت میدونی که هزار تا دنگ و فنگ داره. علاوه بر اینا تو خودت هم در شرف ازدواج هستی، میدونی هزینه دوتا ازدواج همزمان چقدر میشه؟ مهدی میفهمید مادر چه میگوید، تبسمی زد: نگران نباش، خدا روزی رسونه، یه کاریش میکنیم. تازه یادت نیست بابا همیشه میگفت خدا خرج سه چیز رو خودش میرسونه: حج، خونه و عروسی. مادر هم لبخندی زد: آره، ولی برای مبینا هنوز فرصت زیاده. چایش رو سر کشید و گفت: ولی خداییش هیچ کس فرزاد نمیشه. من هم اصلا دوست نداشتم تا 3-4 سال بحث ازدواج مبینا پیش بیاد، ولی خب انصافا این پسر از هر نظر مورد تایید منه. بعد دقیق تر مادرش را نگاه کرد.
مامان دلیل دیگه هم در بین هست، درسته؟ ملیح خانوم با چهره غمگینی گفت: مهدی، حتی تصور این که مبینا بخواد از این شهر بره اذیتم میکنه، نمیتونم تحمل کنم. تو که با داشتن شغلت تو تهران موندگار شدی، قرار باشه مبینا هم بره؟ مادرش را درک میکرد و از همان اول این حرف را پیش بینی میکرد. برای همین گفت: خب مامان جان، برای مبین هم یه کار همونجا پیدا میکنیم و شما هم میای تهران. با همان نارضایتی مشهود در چهرهش گفت: میدونی که من چقدر مرا قرار دوست دارم. همه کس و کارمون اینجان. حالا ولش کن این بحث رو. توکل به خدا. تماس گرفتی؟ سرش را پایین انداخت و لبخندی زد. خب مشکلی نیست. بالاخره چهره گرفته مادر گشوده شد. خدا را شکر. و سرزنش کنان ادامه داد: اینقدر هم بد اونق بازی در نیار باهاش. مهدی سریع لحن دفاعی به خود گرفت: مامان، من کجا بد اونق بازی کردم؟ ملیح خانوم در حین جمع کردن سفره گفت: چیه؟ فکر کردی نفهمیدم؟ ناسلامتی خودم بزرگت کردم. مهدی کنار گوشش را خاراند. اصلا نمیشد چیزی را از مادرها قایم کرد. وقتی ندا بیدار شد فکر می کرد دارد ساعت را اشتباهی می بیند. وقتی هم بیرون رفت زود به ملیح خانم گفت که چرا بیدارم نکردین؟ اما جواب مهربانانه او موجب شد فراموش کند مدتی از آنجا دور بوده. ملیح خانم واقعا بوی مادر را می داد. مهدی هم برای خرید بیرون از منزل رفته بود. بعد از یک ماه نهار دست جمعی خیلی خوب بود، هرچند اگر آن هم دانشگاهیش روزه سکوتش را می شکست بهتر هم می شد. این انتظار تا عصر هم طول کشید. تازه می فهمید وقتی مبینا می گوید دعوا کردن مهدی بهتر از سرسنگی نیشه یعنی چه. داشت کلافه می شد. دوست داشت برای روشن شدن مطالبی هم که شده با هم حرف بزنند. روزهای پیش حداقل یک ایمیل را از او داشت. مهدی پای تلویزیون بود. مبین و مبینا هم مشغول درس خواندن بودند. ندا هم به ناچار گوشیش را برداشته بود و سعی میکرد به چم و خم آن وارد شود. داشت درباره خودشان فکر میکرد، خودش و مهدی. از همان اول وقتی وجدانش را قاضی می کرد می دید مهدی خیلی کمکش نموده و به او محبت کرده. در دانشگاه برایش کار جور کرده، دوره کارآموزیش را ردیف کرده. بسیاری از تجارب کار با کامپیوتر را مدیون آموزش او بوده و آخر سر هم خواستگاری کرده. ولی ندا یادش نمی آمد کاری برای او انجام داده باشد. تازه رد خواستگاری به آن نحو فجی هم در کارنامه اعمالش خودنمایی می کرد که با هر بار یادآوری آن شرمنده می شد. آن وقت او برای نجاتش در زلزله خود را رسانده بود، صمیمانه کمکش کرده، در بهبودیش تا حد امکان تلاش کرده بود و هزار تا کار دیگر. بعد خود چه کرده بود؟ بی خبر گذاشته و رفته بود. هرچند کارش از نظر خودش قابل توجیه و توضیح بود و حتی بعد از گذر مدتی از روی آن حس می کرد مجبور بود به علل مختلفی این کار را انجام می داد، ولی این را هم قبول داشت که مهدی را با این کارش حسابی آزرده است. یعنی هرچه فکر می کرد می دید هرگز کار مثبتی در حق او انجام نداده. پس شاید لازم بود برای یک بار هم که شده همانطور که با گوشیش ور می رفت در یک تصمیم نهایی بناگهانی پیامکی نوشت: باور کن، جنس من از آهن و از سنگ نیست. من دلم تنگ است و او دل تنگ نیست. حال من از من نمی پرسی چرا، حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست. در تردید برینه فرستادن و نفرستادن چشمانش را بست و دکمه ارسال را زد. صدای تیک کوتاه موجب شد چشم از صفحه تلویزیون بردارد و گوشی همراهش را از روی میز بردارد. نخست بی تفاوت چشم به صفحه کوچک آن دوخت و بعد چشمانش ریز شدند. ندا در یک قدمیش بود.
دو مبل آن برتر، چشم روی متن چرخاند یکی دو بار، تبسم محوی به لبانش صدم ثانیه ای حالت داد. درست جلوی چشم ندا بود، گوشی را در دستش فشرد و نگاهش را بار دیگر به صفحه تلویزیون دوخت. ندا هم مستقیم نگاهش نمی کرد، مثلا با گیم گوشیش مشغول بود، عرق کرده بود و نیاز به چند نفس عمیق داشت که آن همه خونی را که قلبش پمپاژ می کند تصفیه کند. آن هم در برابر مهدی نمی شد که برخاست و تمام تلاشش را کرد تا حرکتش به سمت اتاق با خون سردی همراه باشد. وقتی روی تخت نشست، دست روی قلبش گذاشت و تون تون نفس کشید. از کی تا حالا آذربایجان در فروردین ماه اینقدر گرم شده بود؟ دست به یقه روپوشش گرفت و چند باری کشید. تازه داشت از پیامکش خجالت می کشید. باید می فرستاد. نباید. تجربه این کارها را نداشت. هنوز نتوانسته بود زیاد با خودش کنار بیاید. بعد چه کاری انجام دهد که در اتاق تقی خورد؟ مبینا که در نمی زد، چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. با صدایی که سعی در آرام بودن داشت گفت: بفرمایید. در باز شد. هرچند حدس می زد که مهدی باشد، ولی باز با دیدنش کمی دست پاچه شد. مهدی با نگاه به فضای تاریک اتاق کلید را زد و گفت: چرا تو تاریکی نشستی؟ چشمانش را دو سه مرتبه به هم زد تا به روشنای لامپ عادت کند. وقتی سرش را بلند کرد، مهدی مقابلش بود با یک لبخند روی لبش. سرش را یک طرفه گرفت و گفت: حال شما؟ بدون جواب سرش را پایین انداخت. مهدی تبسمی به ندای دلخور کرد و گفت: اومدم. دعوا هستی؟ ندا سرش را بالا انداخت. یعنی نه. مهدی نرمتر گفت: یعنی برم؟ لب زد. یعنی یه پای دعوا لنگه. به همان نرمی گفت: میتونم بشینم؟ باز با تکان سر اجازه لازم را داد. مهدی با فاصله نشست و ما بینشان دفترچه ای را که دست نوشته ندا بود قرار داد. کمی جدی تر گفت: من میخوام بهم بگی قصدت از نوشتن و دادن این مطالب به من چی بود؟ نفس عمیقی کشید. میخواستم طرفت را بشناسی. با مکس جواب داد: من خیلی وقت بود طرفم رو شناخته بودم. اگه نمیشناختم که حاضر نمیشدم به عنوان شریک زندگیم بهش پیشنهاد بدم. بالاخره نگاهش را از پتوی روی تخت کند و به او داد. گذشته هم چیزی بود که باید ازش مطلع می شدی. باشه، قبول. ممنون که همه چی رو گفتی. تا اینجاش رو می فهمم. ولی بعد از اونش رو نه. چرا رفتی؟ رفتم چون باید در نبود من بهش فکر می کردی. چون یه چیزهایی بود برای خودم هم مشخص می شد. باید می فهمیدم. لبانش را به هم فشرد. باز هم قبول. میخواستی کمی دور از اینجا فکر کنی و برای من هم فرصت فکر بدی، درسته؟ اما چرا بی خبر؟ چرا بی نشان؟ چرا یهویی؟ میخواستم آزادانه تصمیم بگیری. صدایش کمی بالا رفت. اینطوری؟ با رفتن به آدرس و نشونی نذاشتن؟ کجای این کار به من آزادی میداد؟ تو خودت تصمیم گرفتی، خودت عمل کردی، من به تو دسترسی داشتم که آزادی عمل هم داشته باشم؟ میدونی فکر به این که خدایا چی شده، نکنه کاری کردم، نکنه حرفی پیش اومده، اون هم در شرایطی که نتونی از صحت و سقم افکارت با خبر بشی، چقدر بده؟ با هر زبونی که بلد بودم تو ایمیلام ازت خواستم که با هم تماس بگیری، که برگردی، که حداقل یه آدرس برام بفرستی، ولی سفت و سخت وایسادی و کوچکترین نشونی از خودت بهم ندادی. اینطوری داشتی به من حق انتخاب میدادی؟ آره، فقط خدا میدونه گاهی چقدر ازت عصبی میشدم. ندا مظلومانه گفت:
فکر می کردم دیگه عصبانیتت فروکش کرده. مهدی نفس عمیقی کشید و اخم روی پیشانیش را زدود. نخیر خانم، از این خبرها نیست. هنوز هم که هنوزه، وقتی یاد کارت می افتم این پتانسیل رو در خودم احساس می کنم که پوست از کلت بکنم. ندا با ابروی بالا رفته نگاهش کرد. مهدی تأکید نمود به جون خودت و در مقابل حیرت ندا خنده ای کرد. یعنی بیش از نصف مجازاتت مونده. ندا بهت زده نمیدانست چه بگوید. عجب پسری بود. لحن شوخ او با گفته هایش زیاد همخوانی نداشت. مهدی خندان گفت: حالا هم اولین بخش از حکم رو اجرا می کنیم تا ببینیم بعد چی میشه. از حرفهایش سر در نمی آورد. گیج پرسید: منظور؟ مهدی در حال بلند شدن گفت: شما همینجا باش، الان منظورم رو میفهمی. از اتاق خارج شد. ندا سعی میکرد تصور کند قرار است چه اتفاقی بیفتد. درست که مهدی در ادای چند جمله صدایش کمی تنین گرفته بود، ولی بعد از آن شیطنتی را در حرفهایش احساس میکرد. اما برخواستن و رفتنش برای چه بود؟ 5 دقیقه‌ای برگشت. ندا با دقت سرتاپایش را نگاه کرد ببیند چه تغییری کرده، ولی تغییر آنچنانی ندید. فقط لباسش را عوض کرده بود، پیراهن سفید و شلوار دودی رنگی تن کرده و موهایش را شانه زده و نم مختصری که روی موهایش داشت به آنها حالت داده و مانع ریخته شدن دائمی آنها به پیشانیش شده بود. البته ندا خوب می دانست که با خشک شدنشان بار دیگر به جای اولشان برخواهند گشت. مهدی لبخندی به نگاه خیره او زد و گفت: وضو داری؟ هر لحظه بر حیرتش افزوده می گشت. با همان چشمان قد نلبکی شده اش گفت: نه. لحن مهربانی به خود گرفت: اگه ممکنه یه وضو بگیر. ندا همانطور حیران گفت: ببینم، نکنه میخوای سرم رو ببری؟ میخوای با طهارت از دنیا برم؟ با صدای بلندی خندید: آره، یه چیزی در همین حدود. بد نیست برگشتنی اشهدت رو هم بخونی. اتوماتیکوار از جا برخاست و برای گرفتن وضو رفت. مادرش می گفت: آب وضو را پاک نکن، بگذار خودش خشک شود. زیاد درباره علت و احکام با خبر نبود، ولی همیشه آن را به یاد داشت. با همان صورت خیس از آب وضو از روشویی خارج شد. ملیحه خانوم مقابلش ایستاد، لبخندی زد و گفت: بیا روسریت رو عوض کن. و روسری سفیدی را دستش داد. ندا که مبهوت مانده بود، ملیحه خانوم خود گره روسری او را گشود و با روسری نوع خوش طرح سفیدی که در دست داشت عوض کرد. دستش را گرفت و با خود به اتاق برد. مهدی همچنان سرپا بود. ملیحه خانوم ندا را رها کرد و رو به او گفت: میدونم برای این کارا مراسمی لازمه، ولی دیگه به هیچ عنوان نمیذارم نامحرم هم باشین. یعنی من باید این کار را همون 2 ماهی که خونه ما بودی انجام میدادم، ولی به علت تازه بودن عزای مامانت و بعد هم محرم و سفر نشد. وقتی رفتی هی به خودم میگفتم من مقصرم که کوتاهی کردم. ندا آب دهانش را قورت داد و نگاهش را به سمت مهدی چرخاند. لبخند رضایتمندی بر چهره داشت. ملیحه خانوم گفت: با عمت تماس گرفتم، برای شب شنبه قرار خواستگاری گذاشتم، مجلس کوچولویی برای آشنا شدن، ولی وقتی من میدونم هر دوتون راضی هستین بهتره یه محرمیت بینتون خونده بشه که راحت تر باشین. اینجوری موندنتون اصلا درست نیست. بعد با لبخندی گفت: ببینم ندا، تو که رو حرف من حرف نمیزنی. ندا همچنان گیج موقعیتی که واقع شده بود فقط تونست به طور خودکار لب زد: نه. ملیحه خانوم رو به مهدی پرسید: تو چی؟ خیلی محکم و شاد گفت: من غلط بکنم رو حرف شما حرف بزنم؟
مادر خنده ای کرد و در دلش پدر صلواتی نصیب او نمود. ندا با سری پایین گفت: ولی برای محرم شدن نیاز به رضایت مهدی مقابلش قرار داشت و در چشمانش نگاه کرد. نگران نباش، همه چی مرتبه، به من اعتماد داری؟ نگاهش را بالا آورد و مهدی را نگاه کرد. در چشمانش دنیایی از عشق دیده می شد. بله، داشت، اعتماد داشت. سری به تأیید تکان داد. مادر گفت: حالا بشینید. هر دو نشستند. این بار مهدی نزدیکتر از هر بار نشسته بود. قرآنی را مقابل هر دوشون گشود و نیم نگاهی به ندا کرد. نفس عمیقی کشید. گرمای تن مهدی از همان فاصله چند سانتی هم به او سرایت می کرد. برعکس خودش که دستانش یخ بسته بود، مهدی زیر لب زمزمه کرد: راضی که هستی؟ راضی بود. بله راضی بود. به اندازه کل دنیا رضایت داشت. اگر نداشت که کسی نمیتوانست به زور او را به نشستن پای قرآن و محرم شدن وادار کند. همراه با تبسمی نگاهش را به آیات قرآن دوخت. نفس رها شده مهدی را هم شنید. مادر مهدی چیزهایی پرسید و چیزهایی خواند. زیاد به عمق مطالب فکر نکرد. نتیجه اش مهم بود. ملیح خانوم کتاب در دستش را بست، خم شد و صورت ندا را بوسید. وقتی ندا در چشمان مادرانه این مادر موجی از آرامش و احساس را دید، دلش آرام گرفت. شاید اولین بار بود که به خود اجازه داد دستانش را دور گردن او حلقه کند و سعی کند رطوبت چشمانش را کسی نبیند. ای کاش مادر خودش هم بود. ای کاش همان دو سال پیش جواب مثبت می‌داد که مادرش هم بتواند در این لحظه حضور داشته باشد. ای کاش و کلی ای کاش دیگر که همه در حد همان ای کاش می‌ماندند و نمی‌شود زمان را به عقب برگرداند و به تحققش کمک کرد. ملیح خانوم بعد از جدا شدن از ندا صورت پسرش را بوسید و گفت: مراقب هم باشین، تو شادی و غم هم کنار هم بمونید. بعد نفسی کشید و با لبخند ادامه داد: یه نیم ساعت بعد بیایید حال. مبینا داشت خودش را میکشت که بیاد اینجا، ولی گفتم باید صبر کنه. فکر کردم لازمه یکم با هم تنها باشید. دعا می کنم که همیشه تو زندگیتون خوشبخت باشین. مهدی تا دم در مادر را بدرقه کرد. با بسته شدن در چشمانش را هم ثانیه ای بست و نفسش را پس داد. قلبش عجب بازیگوشی می کرد. چهره شوخی به چشمان و صورت داغش داد. برگشت و ندا را نگاه کرد. سرش را پایین انداخته و داشت با گوشه روسریش بازی می کرد. خندهش گرفت. سر به زیری اصلا به او نمی آمد. دست به کمر زد و با شیطنت گفت: خب کجا بودیم؟ ندا سر بلند نمود و استفهامی نگاهش کرد. یعنی این مرد واقعا حالا محرم او بود؟ و با کمی احتیاط در دلش تکرار کرد: شوهرش. مگر می شود در عرض چند دقیقه یک نفر به نزدیکترین فرد زندگیش تبدیل شود؟ نزدیکترین. انگار کمی خجالت می کشید. عجب خجالت، آن هم از که؟ مهدی. اما قبل از اینکه در دنیای افکار خود غرق شده و بتواند احساساتی شود، مهدی با همان لحن گفت: به فکرت فشار نیار، خودم یادآوری میکنم. دست از کمرش انداخت و دو گام بلند به او نزدیک شد. بازویش را گرفت و بلند کرد. در حالی که چشم از چشمش بر نمی داشت به آغوشش کشید. کمی صبر نکرده بود. ندا غافلگیر شده و شوکه مانده بود که چه کند. به هیچ عنوان انتظار این حرکت را از مهدی نداشت، آن هم وقتی کمتر از دو دقیقه از محرمیتشان می گذشت. دلش آنی و ضربتی پایین ریخت.
تن یخ زده اش گر گرفته بود و جالب این که صدای گرمپ گرمپ قلبی که زیر گوشش بود مجال شنیدن صدای پرتپش قلب خود را نمیداد. گرمای تن مهدی داشت ذره ذره انرژی به سلولهای بدنش تزریق می کرد. یک آرامشی بی نظیر، غیر قابل توصیف، فوق‌العاده، عاشقانه، آوازی عاشقانه، آغاز کن غزل را، آغازی عاشقانه. دلش می‌خواست تا ابد در آن آغوش باشد، اما در لوح سینه دارم یک رازی عاشقانه، شرط وصال باشد یک نازی عاشقانه. سرش را از سینه او برداشت و نگاهش کرد. بنگر به عمق جانم، شوری است در نهانم، از شوق پرگشایم پروازی عاشقانه. دریای از محبت بود، نرم، لطیف، پر از همه بودنها. بر اساس همان راز کف دست بر سینه او نهاد و سعی کرد فاصله بگیرد. دست پرقدرتش کمرش را سفت نگه داشته بود و لغزش آرام انگشتانش حس غریبی را زیر پوستش می لغزاند. سرشار از این همه حس دلپذیر و گویا، اندکی ترسیده از این لبریز شدن. خواست فاصله بگیرد، مگر می شد؟ تلاش نرمش بی ثمر ماند. شرمگین بود هنوز، عادت نداشت. بخت می خواست برای خو گرفتن و اعتراضی به لحن رنگ گرفته حاصل از هیجانش داد. مهدی، چشمان پرخواهش او برای لحظه بسته شد و سری نرم تکان داد. یعنی جونم، این قلب پر هیاهو توان زدن ضربان بیشتر نداشت و تمنای نگاه حریفش توان بیشتر میخواست. لحنش را شوخ تر کرد. چه خبرته؟ صبری؟ تحملی؟ صدای مالامال از مهرش به گوشش نشست. ته کشیده خندید. نرم و سبک، فارغ از هر فکر. ای بابا، خجالتی، حیایی، عرق شرمی. قفسه سینه‌اش بی اختیار بالا و پایین می رفت. سرش را پایین تر گرفت. به جون خودم عرق رو کردم، نگاه کن. راست می گفت، پیشانیش رطوبت زده بود. چه حس دلپذیری بود. خندان گفت، اجازه بده از شوک محرمیت ناگهانی در بیام. هر دو ابرویش را پر از شیطنت بالا داد. یادته یه روز بهت گفتم جنبه جنتلمن بازی رو نداری؟ و در چشمانش زل زد. و یادته گفتم برات گرون تموم میشه؟ خندید و مشت گره شدهش را لطیف به سینهش زد. از دست تو. و کمی قوی تر سعی در جدا شدن کرد. مهدی با فشار خفیفی به دستش آغوشش را تنگ تر کرد و بوسه‌ای بر پیشانی او زد. هرچند دلش نمی آمد ولی رهایش کرد. نفسی طولانی کشید تا شاید بتواند از سرریز شدن این همه مهر جلوگیری کند. اما قبل از اینکه بتواند کنار بیاید و یا تحلیلی کند، بازویش کشیده شد و وادار به نشستن کنار مهدی لبه تخت شد. مهدی پر از انرژی بود. با خنده گفت، ببین، یه روز به انگلیسی و یه روز به آذری داشتن با هم حرف میزنیم. انگلیسی میگه ما وقتی با دختری آشنا میشیم چند ماه طول میکشه تا کم کم دستش رو بگیریم و بعد از یه مدت از نوک انگشتانش میبوسیم و بعد رو دستش و بعد پیشانیش و صورتش و الی آخر. آذریه میگه برو بابا تو هم، ما تو اون وقت 3 تا بچه داریم. ندا زد زیر خنده و در همان حال پرسید منظور؟ مهدی هم داشت قشقش میخندید. حالا این یکی رو گوش کن. یه روز یکی از همین همشهری های ما میره تهران. هی میبینه همه اونجا دوست دختر دارن. میره به یه رفیق تهرانی میپرسه آخه شما چطور دوست میشین؟ میگه هیچی، هم رو میبینیم، سر صحبت رو با هم باز میکنیم و بعد دوست میشیم.
دوست میشیم دیگه. میپرسه مثلا از چی صحبت میکنین؟ میگه از هر چی، مثلا از کتابا میپرسیم. به فرض میگیم بی‌نوایان رو خوندی؟ و الی آخر. این پسره میره وای میسته جلوی یه کتاب فروشی. یه دختری میاد، داشته کتابا رو نگاه میکرده، جلوتر میره میگه ببخشید شما بی‌نوایان رو خوندین؟ دختره میگه آره. پسره با خوشحالی میگه پس بخواب رو زمین. چشمان ندا قد توپ پینگ پونگ شده بود، در عین حال نمیتوانست جلوی خنده خود را بگیرد. میان خنده های سرزنش کنان گفت مهدی. مهدی که خود داشت قش میکرد از خنده، وقتی توان صحبت پیدا کرد با لحنی آغشته به شوخی گفت حالا منظور ببخشین خانم، شما بی‌نوایان را خوندین؟ ابروهای ندا از شدت تعجب از پیشانیش بیرون زده بود. بالش را برداشت و شروع به زدن مهدی کرد. مهدی رو تخت افتاده بود و خنده مجال عکس العملی را به او نمیداد. بعد از نوش جان کردن 3-4 ضربه توانست بالش را از دست او بیرون بکشد. ندا زیر لب غرید پر رو. مهدی برخاست و نشست، نفس عمیقی کشید و آهسته گفت حالا اجازه میدین خانوم؟ ندا که هنوز در حال و هوای این منظور مهدی بود سریع و با اخم گفت اجازه چی؟ کوتاه خندید و بار دیگر در چشمان دختر محبوبش نگاه کرد. انگشتش را به آرامی روی گونه او کشید و همانطور سر داد تا روی چانهش و بعد تا گریه روسریش. همانطور که در چشمان او زل زده بود، گریه روسری را از هم گشود و از سرش برداشت و با صدایی پر عشق گفت اجازه اینو. ندا آب دهانش را به سختی قورت داد و سرش را پایین انداخت. اینقدر این محرمیت غافلگیرانه شده بود که حتی یک شانه هم به موهایش نکشیده بود. در حالی که لبش را گاز می گرفت دستی به روسری برد. نامرتبه. نگاه مهدی داشت سر می خورد روی موهای خرمایی تیره ندا که یک دستش هم به دلیل پایین انداختن سرش از روی صورتش افتاده بود. موهایی کمی پایین تر از شانهش و حالت دار. روسری را کنار کشید و با مهربانی گفت خودم مرتبش میکنم. و انگشتانش را شانه بار داخل موهای او لغزاند. شرم و گرما با هم به گونه هایش هجوم برده رنگینش کرده بود. چشمانش را بست تا شاید مردمک بازی گوش چشمانش حالش را لو ندهد. وقتی شانه انگشتان مهدی به سر رسید، انگشتانش را داخل موهای او بست و سرش را ملایم بالا آورد. بادار شد چشمانش را باز کند. چشمان مرد روبرویش چقدر نوازش گونه به او خیره شده بود. مهدی خم شد، پیشانیش را به پیشانی او تکیه داد و آهسته زمزمه کرد. میتونی بفهمی چقدر برای رسیدن به این لحظه صبر کردم؟ میدونی چقدر خوشحالم ندا؟ هر کاری کرد آوایی غیر از هوم از گلویش خارج نشد. غرق بود و انگار اگر لب باز میکرد داخل این همه اقیانوس هوای تازه قدرت نفس کشیدن از دست میداد. پیشانیش را کند و مستقیم در چشمانش خیره شد. دیگه فکر هیچی رو نکن، هیچی از زندگی نکن، فقط زندگی. خوب؟ لبخندی روی لبش نشست، حرفی نزد. مهدی با تبسمی کمی کنار کشید، وزنش را روی دستانش منتقل کرد و گفت حالا تعریف کن ببینم چه خبر؟ این یه ماه رو کجا کار کردی؟ ندا لبانش را جلو داد. اون فضولی که آدرس ایمیلت رو کش رفته بود حتما آمارم رو بهت داده.
همراه با لبخندی گفت: یه چیزایی گفته، ولی نزیاد. دیروز بیشتر من حرف زدم تا اون. مجبور شدم تا جایی که میشد از خودمون براش بگم تا راضی بشه برم داره بیاره خونشون. و همینطور اینقدر بپزمش که وقتی دستت رو میگیرم و با خودم میارم چیکش در نیاد. اومد شرکت. آره، شماره تلفن بهش دادم و تماس گرفت و اومد شرکت و برگشت و مشتاقانه نگاهش کرد. اصلا باورم نمیشد به این راحتی و سرعت پیدات کردم. کلی برنامه ریزی برای پیدا کردنت داشتم. ناباورانه گفت: واقعا چی؟ مثلا رفته بودی دنبال مدرکت تو دانشگاه پیش خانم پارسا. خب هیچی دیگه. میخواستی کی برای جواب سر بزنی؟ با کمی فکر گفت: شنبه. لبخندی زد. خب پس یک شنبه پیش خودم بودی. چطور؟ هیچی دیگه، به خانم پارسا سپرده بودم که وقتی میای بگه برو فردا بیا، آماده است. مسلمه فرداش من همونجا بودم. کمی متعجب گفت: از کجا فهمیدی میرم اونجا؟ برای کار به مدرکت احتیاج داشتی. زیاد سخت نبود. دستش را داخل جیبش برد و کاغذی را که شماره تلفن و آدرس فرید مقدم روی آن نوشته شده بود در دستش فشرد و از راه دیگر حرفی نزد. نمیخواست حال خوش آن لحظهشان را خراب کند. همچنین نگفت که حتی قبل از روز یکشنبه هم به چنگش میآورد. گفت: تعریف کن، منتظرم. خلاصه درباره خانه عمه گفت: از کاری که در مغازه مانتو فروشی انجام داده بود، از دیدارش با طایفه مقدم، عمه و عموهایش، ولی هیچ چیزی از آنچه درباره فرید شنیده بود به زبان نیاورد. گویا بیان این اسم ناخالصی داشت و خلوصشان را آلوده می ساخت. آخر سر هم کمی طلبکارانه گفت: شما هم که در ایمیلاتون یک درمیون تهدیدم می کردید. زود دست به سینه شد. محض رضای خدا اون روزا رو یادم نیار که باز جوش میارم. تهدیدها کاملا حقت بود، تازه کمت هم بود. پایان قسمت 43.